سلام و تقدیم ارادت به بخش دیگری از طرح و تشریح آیه های قرآن کلام الله مجید می‌پردازیم. در بخش گذشته در ارتباط با آیه شماره 58 و 59 در مورد حق امانی و وظیفه امانی، حق و مسئولیت امانت گذار و امانت دار، امانت هر چه که باشد، امانت سیاسی باشد یا امانت شخصی باشد یا امانت در بود اختیار باشد، وکالت باشد، نوعاً حکم خدا در مورد امانت این است که امانت گذار که امانتی رو نزد امانت دار می گذارد هر زمان می تواند که اون امانت گذاری رو باز بخواند و بگوید امانت من رو به من پس بده. و البته این باید تابع شرایطی باشد بین امانت گذار و امانت دار. یعنی اگر امانت گذار امانتی رو نزد امانت دار نهاده است، باید شرایطی موجود باشد و از قبل به توافق برسند که شرایط ادامه امانت روابط امانی و شرایط قطع روابط امانی یا شرایط بازخواندن امانت به چگونه ای باید باشد و طبق اون قرارداد، طبق اون توافق نامه، هر وقتی که طبق اون حقیق اساسنامه یا قرارداد یا تعهد که شده بین این دو نفر، بین امانت گذار و امانت دار، یکی از طرفین خواست که از این قاعده بیرون برود، چگونه باید بیرون برود؟ حالا اگر امانت گذار طبق قرارداد عمل کرد و خواست که امانت خود رو پس بگیرد، قرآن میگوید که حتما باید این کار رو انجام بده و اگر اختلافی پیش آمد بایستی که به عدالت مراجعه بکنه و عدل مراجعه بکنه و بر اساس عدالت امانت رو پس بده به کسی که امانت رو به او داده. و در آیه 59 گفته می شود که از پیام خدا و از کلام خدا و از آیات خدا تبعیت و اطاعت بکنید. موضوع الله و رسول در آیات خدا مستحیل می شود و مشمول می شود. یعنی شما وقتی از آیات خدا اطاعت می کنی، هم از خدا اطاعت کردی، هم از رسول اطاعت کردی. از آیات خدا اطاعت بکنید و همینطور از فرمان اولوالامر اطاعت بکنید. اولوالامر کسانی هستند که شما اونها رو انتخاب میکنید و قول میدهید که من شما رو به حکومت میگذارم و خب در حاکمیت که قرار گرفت قانون وضع میکند و اون قانون بر شما تحمیل میشود و شما باید از اون قانون اطاعت بکنید. و اگر بین شما و حکومتی که شما انتخاب کردید، منکم شما می آید حکومت، اختلافی به وجود آمد، این اختلاف رو باید که طبق قانون قرآن حل کنید و اگر که کار به نزاع بکشد باز باید به قرآن مراجعه بکنید و مطابق دستور خدا عمل بکنید. ولی اصل بر این است که حاکمیت از سوی خدا نیست، حاکمیت یک امانت مردمی است نه موهبت الهی. امانت مردمی است نه موهبت الهی. و این امانت مردمی رو هر وقتی که مردم خواستن طبق قانون حکومت باید به اینا پس بده و روش پس دادن روش استعفا و پایین آمدن و فرصت انتخابات مجدد و امانت گذاری مجدد است و این بهترین نوع تعیین و تشخیص و در واقع تعویل است، یعنی اولویت دارد این تشخیص و تعیین بر سایر اولویت ها. تعبیر نوعاً قضاوت هم معنی میده علاوه بر تعیین و تشخیص.
و این بهترین قضاوت است در واقع. وقتی که کار به تنازع میکشد، کتاب رو، قرآن رو اگر شاخص قرار بدیم و بلافاصله شاخص رو هم قبل از همین آیه قرار داده که این دعواهایی که پیدا میشه نزاع خودتون رو ببرید در ترازوی آیه شماره 58 از سوره نساء اندازه گیری بکنید. افرادی که در صدد انحراف مردم هستن این آیه مهم قرآن رو در طول تاریخ تا اونجایی که من یاد دارم به عنوان این که چه فرمان یزدان چه فرمان شاه، تعبیری که از این آیه می شود برای ادعی این است که چه فرمان یزدان چه فرمان شاه، یعنی که اطاعت از اولوالامر معادل اطاعت از خداست. میگویند که در یک دانشگاهی یک استادی راجع به مضرات شراب صحبت میکرده که کبد آدم چطور میشه، معده آدم اینطور میشه، از اینجور حرفا، و برای این کار یک لیوان آب شفاف تمیزی میآورد و یک کرم در داخل این آب قرار میدهد و این کرم شروع میکند به تفریح کردن و جست و خیز کردن و بازی کردن و اینها. بعد یک لیوان شرابی میریزد و این کرم رو در میآورد، از این لیوان آب قرار میدهد در لیوان شراب، و بعد از چند حرکت کوچک کرم میمیرد، از بین میرود. استاد رو به شاگرد ها میکند و میگوید از این آزمایش چه نتیجه گرفتید. یکی از شاگردها، دانشجو، دست بلند میکنه و میگوید که ما فهمیدیم که اگر ما شراب بخوریم، این همینطور که شراب با این کرم چنین کرد و چنان کرد، با ما هم همینطور میکنند، مریض میشیم و اینطور میشیم و اونطور میشیم. از کسی دیگه میپرسه که تو نظرت چیه راجع به این موضوع؟ اون نظرش کاملا مخالف بوده و میگوید من فکر میکنم که اگر ما شراب بخوریم هیچ وقت در معده ما کرم تولید نمیشه. دو نوع نگرش مختلف به این آیه وجود داره. یکی وقتی ما این آیه رو از چشم شیطان نگاه میکنیم به این نتیجه میرسیم که فرمان یزدان با فرمان اولوالامر یکیست و اولوالامر رو خداوند در مقام رسول و رسول رو در مقام خودش قرار داد، یعنی شرک اندر شرک، و همیشه هم همون رو درس میدن، همون رو تعلیم میدن، و در واقع این دکان مهمترین دکانیست برای سرمایه‌داران، برای پادشاهان، برای سلاطین، که با سر و جان اونقدر خرج میکنند که این آیه رو وارونه نشان بدهند برای کسانی که اعتقاد به اسلام دارند و از این قاعده درست استفاده 100% برعکس انجام بدهند. میرسیم در خدمت شما با آیه شماره میرسیم به آیه شماره 60 که در این آیه میگوید آیا نمیبینی و نگاه نمیکنی به حال آنان که به گمان و دعوی خود ایمان به قرآن تو و کتبی که پیش از تو فرستاده شده آوردند چگونه باز میخواهند داوری به طاغوت برند در صورتی که مأمورند که به طاغوت کافر شوند و شیطان میخواهد که آنان را گمراه کند، گمراهی که دور باشد. دور از سعادت منظور است. در این آیه بسیار مهم، آیه شماره 60، میگوید که کسانی که به فکر خودشون گمان کردند و همینطور ادعا کردند که ایمان آوردند به کتاب تو و به فرستاده های تو ما قبل این کتاب، این افراد مدعی چطور هنوز باز بر می گردند و با توجه به این ادعایی که می کنند هنوز داوری در مسائل رو
و قضاوت در مسائل رو با ترازوی طاغوت اندازه میگیرند، با ترازوی خرافه و جعل به تقدس و تقدس دروغی با اون مقام و با اون کتاب اندازه میگیرند، در صورتی که اینها در کتاب تو، در کتاب قرآن، در کتاب خدا آموختند که اینها باید به طاغوت کافر بشوند، نه اینکه به طاغوت پابند و معتقد بشوند و از طاغوت اطاعت کنند و به طاغوت تن تسلیم در دهند. و شیطان میخواهد که آنان را گمراه کند، گمراهی دور و بعید از هر نوع سعادت و هر نوع فلاحت و آمرزش. در این آیه قرآن به دو موضوع اساسی اشاره میکند: کسانی که ظاهرا ایمان آوردند به دین توحیدی و کسانی که ایمان آوردند به منطق عقل و عدالت، و همین کسان وقتی که پای قضاوت مطرح می شود باز بر می گردند به قضاوت طاغوتی، به قضاوتی که بر مبنای خشونت و بر مبنای خرافات و بر مبنای مقدس سازی خرافات و خشونت استوار است. بر می گردند به اون دین، به اون مکتب، و به جای اینکه به طاغوت کافر بشوند و سر باز بزنند و نپذیرند طاغوت رو، دین خودشون رو که مدعی هستند دارای اون دین هستند، اون دین رو کنار میگذارن و دین طاغوت میپذیرن. در واقع این افراد کارهایی که به این ترتیب انجام میدن به این صورت است که دین خودش رو که علناً و واضحاً عوض نمیکنه، بگه من تا امروز بی دین بودم، از امروز به بعد موحد شدم، از این تاریخ به بعد طاغوتی شدم، یعنی دین طاغوت رو پذیرفتم. واضح این رو نمیگه، اما در عمل نگاه میکنید میبینید تابع محکمه طاغوتی است، تابع قضاوت طاغوتی است. مدعی توحید هست ولی عمل او عمل طاغوت است، و در واقع مرید خدا نیست، اراده به قبولی خدا نداره، اراده به قبولی شیطان داره. در این آیه مهم، فوق‌العاده مهم در قرآن، نشان میده که دین، دو نوع دین ما داریم. یک دین توحیدی داریم که این دین توحیدی بر مبنای عقل و عدالت استواره، یعنی دو پایه اصلی دین توحیدی که هیچ وقت عوض نمیشه، پایه عقل و پایه عدالت. یعنی شما اگر با عقل و عدالت دنبال حقیقت بگردید، حقیقت رو پیدا میکنید و اون دین توحیدی است که همه کتاب دین توحیدی رو، جمع آیات الهی رو بر مبنای عقل، البته عقلی که خرد پخته باشه، خردی باشه که تربیت شده باشه. منظور از خرد پخته خردی است که ملهم باشه، خردی است که دریافت الهام بکنه، و خردی است که درش اخلاق باشه. خرد هر وقتی که، یعنی عقل، هر وقتی که عقل با اخلاق بیامیزه و ترکیب بشه، خرد الهامی میشه، عقل الهام پذیر میشه، دریافت الهام و دریافت در واقع دایرکشن میکنه، دریافت راهیابی میکنه، یا دریافت هدایت میکنه. دایرکشن همون هدایت، هدایت رو دریافت میکنه. اگر کسی دین خودش رو بر مبنای عقل و اخلاق قرار بده، که اخلاق شامل
انفاق می شود، شامل تقوا می شود، شامل چه می شود، چه می شود. مجموعه اینها رو می گوییم اخلاق. اگر این دین اخلاق رو بپذیره، عذر می خوام، اگر این عقل اخلاق رو بپذیره و عقل و اخلاق با هم ترکیب بشود و پایه و فاوندیشن دین رو به وجود بیاورد، اون دین، دین توحیدی است که با طبیعت و فطرت اون دین خداپرست می شود و پیرو به راه خدا می شود. یعنی خداپرستی ناشی از عقل، ناشی از عقل و اخلاق. اگر انسان در امور عقل و اخلاق رو به کار ببره، ترکیب این دو با هم فاطر حقیقت خواهد بود، فاطر فطرتی خواهد بود که در درون انسانه. یعنی انسان وقتی که عقل و اخلاق رو به کار میبره، این پرده های حجاب از روی غبار، از روی آینه او پاک میشه و غبار سنگین و رسوبات عمیق که در طول زمان روی قلب او رو گرفته و آینه قلب او رو سیاه سیاه کرده، همه اینها پاک میشه. با چی؟ با علم و اخلاق. اخلاق درش عدالت هست، درش شرافت هست، درش راستی هست، درش انفاق هست، درش کمک به دیگران هست. عدالت دیگه، عدالت اخلاق. یعنی ما از عقل و از اخلاق به عدالت میرسیم و عدالت هدف دینه. یعنی ما در منتهای هدف دین قرار میگیریم. هنوز هم نمیدانیم دین چیست، ولی دیگران اگر از آغاز به پایان دین نگاه میکنن، شما از پایان دین به آغاز دین نگاه میکنید، شما نگاه میکنید ببینید با تمام وجود موحد شدید. اصلا با قرآن هم شروع نکردید، با قرآن اینجا شروع کردید. همه ما از این قرآن ها داریم. قرآن میگه خودش، الرحمن علم القرآن، تعلیم داد قرآن رو به خلق الانسان، انسانی که خلق کرد و علمه البیان و علم بیان به او یاد داد، روشنگری و منطق و استدلال به او یاد داد. قرآن ما همه داریم اینجا. برای دیدن اون قرآن، برای دیدن اون آینه، برای دیدن کلام خدا، برای دیدن وجهه خدا، برای دیدن صورت خدا در کلمات خدا، ما باید دارای عقل باشیم و دارای اخلاق باشیم تا به عدالت برسیم. عدالت هدف دینه، در مقام هدف دین قرار گرفت و به انتهای راه رسیدیم اگر از این طریق حرکت بکنیم. در مقابل این دین توحیدی که پایه دین بر اساس توحید و عدالت، عدالت اخلاق، اخلاق عدالت، یکی معنی دیگری است. بر مبنای عقل و عدالت قرار گرفتیم، خدا در وجود ما ظاهر میشه، خدا در وجود ما به اثر حاضر میشه و ما خداپرست و متدین و موحد میشه و در واقع چراغ روشنی بخش راه ما خدا میشه و ما خداجو میشیم و در پی او قدم برمیداریم. در مقابل این دین، این دین توحیدی که مبتنی بر عقل و اخلاق یا عقل و عدالت است، یا عقل و اخلاق و عدالت است، دین دیگری وجود دارد که پایه‌های ساختمان اون دین، یکی عامل خرافه است و یکی عامل خشونت و مجموعه خرافه و خشونت خالق یک عامل سومی است به نام وحشت. دین است به جای دین توحیدی، دینی است که مجموعه خرافه و خشونت رو به هم آمیخته
و از اینها وحشت ایجاد کرده. مثل عقل و اخلاق که اینها شما رو به هم میامیزید اینها رو و عدالت به وجود میاد. یعنی دین عدالت، دین توحیدی یعنی دین عدالت. در کنار این دینی وجود داره که اون دین خرافه و خشونت رو به هم میامیزه و وحشت به وجود میاره. یعنی دین عدالت، دین عدالت در مقابل دین وحشت قرار میگیره و هر کدام اینها یک معبودی دارند. دین عدالت اسم معبودش خداست، یا به زبانهای مختلف هر چی که خدا رو صدا میکنن، الله، گاد، فلان، هر چی که اوست. در دینی که دین وحشت است، در اون دین مظهر اون دین و رهبر اون دین و در واقع معبود اون دین شیطان است. خود طاغوت شیطان نیست، طاغوت در مقابل توحید است نه در مقابل خدا. یعنی دین، دین توحیدی دارای خداست به عنوان معبود و دین عدالت است. در کنار این دین دیگری وجود دارد که معبود آن، خدای آن شیطان است و دین عبارت است از مرکبی از خرافه و خشونت که اینها به هم میامیزند و مثل دین توحیدی که اخلاق و عقل به هم میامیزند و نتیجه آمیزش این دو با هم عدالت است، در دین طاغوتی یا دین شیطانی دو عامل که به هم میامیزند خرافه، خرافه و خشونت است که اینها در واقع وحشت ایجاد میکنند و دین، دین وحشت است. دین توحیدی خدا رو میپرستد، دین وحشت شیطان رو میپرستد. طاغوت در کنار پیامبر است، یعنی با او مقایسه میشه، که در دین توحیدی اخلاق، اخلاق و عدالت توسط پیامبر به دست ما میرسد. یعنی آیات الهی، آیات هدایت الهی، آیات بینات، آیات تنویر، آیات نور از طرف پیامبر به ما میرسد. مال او نیست البته، ولی از طریق او به ما میرسد. آیات شیطان و تربیت شیطان در دین وحشت که معبود شیطانه، شیطان پرست هستند دیگه، دینشون دین وحشت، خدای اونها شیطان. آیات و علائم و در واقع کتاب اینها برای رسیدن به خرافه و خشونت و وحشت و شیطان عاملی است به نام طاغوت، که این عامل طاغوت عبارت از مظهر خرافه، یعنی بستر طاغوت. طاغوت یک ایدئولوژی است، طاغوت شخص نیست. حالا ممکنه شخصی هم بوده، پادشاهی بوده که چنین چنان بوده و اینها، که اصلا وارد اون بحث ما نمیخوایم بشیم، از بی قرآن خارج نشیم. طاغوت عبارت است از یک ایدئولوژی که شما برای حکومت بر مردم و برای مبارزه با عدالت و استقرار ظلم و ستم بر خلق، برای اینکه حق مردم رو بگیریم و عدالت رو زیر پا له کنیم
و هلاک کنیم و از بین ببریم، احتیاج به دینی داریم که عقل و تعقل در اون دین حرام باشد. در دین طاغوت عقل ورزیدن و حکمت به کار بردن حرام است، مجازات اعدام دارد. و همه متفکرینی که در دین طاغوت خواستند که فکر کردن رو به مردم بیاموزند کشته شدن، از بین رفتند. دین طاغوت دینی نیست که جدا در ظاهر عرض میکنم از دین توحیدی باشد، بلکه در واقع مثل سیر و سرکه دین توحیدی با دین طاغوتی به هم بافته شدند و انسان ها هیچ وقتی در یکی از این دو دین بقای دائم ندارند. استثنان حالا ممکنه داشته باشند، ولی به طور کلی در این مارپیچی که این دو تناب، این دو رشته، این دو نخ به هم بافته و تافته شده، در دور یک سیلندر یا استوانه‌ای به نام دین، مرتب استوانه ما هستیم، دیندار هستیم، ما مرتب بین این دو رشته نخ سفر می کنیم. یعنی درست مثل فرکانس های موجود در الکتریسیتی ما مرتب قطب عوض می کنیم. همه ما در همه زمان ها در یکی از این دو ثابت نیستیم. نهایت امر گاهی از اوقات بیشتر در توحید باقی می مانیم، کمتر در طاغوت باقی می مانیم، گاهی از اوقات برعکس می شود، بیشتر در طاغوت می مانیم، کمتر در توحید می مانیم. این حرکت ادامه پیدا می کنه تا جایی می رسه که مرتب سرعت سقوط یا سرعت صعود ما بیشتر می شود و هرچه بیشتر به طرف خدا می رویم، شیطان ها از ما دورتر می شوند و ما به خدا نزدیکتر می شویم و شیطان ها دورتر می شوند. و هرچه به طرف شیطان می رویم، خدا از ما دورتر می شود تا در پایان کار یا مسلم اسلم می شود یا مسلم طاغوتی می شود. ولی در آغاز ما مجموعه و آمیزه ای از هر دوی اینها داریم و بین این دو قطب در حال حرکت هستیم. دین توحیدی معبودش خداست، مقصدش رسیدن به عدالت است، ابزار رسیدن به عدالت عقل و اخلاق است. این دین توحیدی است. دین شیطان پرستی یا دین طاغوتی دینی است که مبانی کار او خرافه و خشونت است و از ترکیب این دو با هم وحشت ساخته می شود و بر این وحشتی که ساخته شده حالا باید رنگ دین بخورد. وحشت که دین نشد که، هیچ کس وحشت رو به عنوان دین نمی پذیره، مردم از وحشت فرار می کند، مگر اینکه بر این وحشت رنگ تقدس بزنید، او رو رنگ بکنید، تقدس رو، رنگ تقدس رو، نه خود تقدس رو، رنگ تقدس رو، نمای تقدس رو رنگ بزنید بر این وحشت، وحشت مقدس ایجاد کنید. اون وحشت مقدس که ایجاد میشه در واقع یک باور مذهبی میشه که اون باور مذهبی تابعیت شیطان رو میکنه. در این وحشت که بالاخره وقتی میپزند و اینها به هم میآموزند، یک مرکبی به نام وحشت به وجود میاد. در دین توحیدی یک مرکبی به نام توحید و عدالت به وجود میاد. این وحشت، وحشت مقدس شده، آنان مقدسش کردن، در مقابل عدالت مقدس قرار میگیره. دو مقدس در کنار هم قرار میگیرن، یکی تقدیس شیطانی داره، یکی تقدیس ربانی داره، ولی هر دو مقدسن برای کسانی که پیرو اینها هستن. یک شا عدالت است، یک شا وحشت مقدس است، یا عدالت مقدس در مقابل وحشت مقدس.
افتخار دین طاغوتی و شیطان پرستی که معبود شیطان است این است که با عدالت مبارزه کند. با دین و اینها کاری نداره، دین طاغوتی اصلا دین نمیشناسه، دین قبول نداره، این تشریفات رو نمیپذیره. با عدالت در دین توحیدی دشمنی داره، این عدالت رو باید از بین ببره. وقتی عدالت در دین توحیدی از بین رفت، همه ساختمان دین توحیدی فرو میریزه. شما جای مقدستر از خانه کعبه سراغ دارید؟ در عالم ظاهر عرض میکنم، نه در عالم معنا. در عالم ظاهر مقدسترین مکانی است که روی کره زمین وجود داره. و الان شما ببینید که مرکز تعصب دینی رو کنار بگذارید، الان شما ببینید که مبدع و منشأ و دلیل و باعث برای چه فسادی روی کره زمین شده، همین خانه کعبه. چرا؟ برای اینکه دینی که در اونجا حکومت میکنه و دینی که اداره امور رو به کار میبره، دینی است که با عدالت میجنگه، با برابری حقوق میجنگه. برای نابودی عدالت به وجود آمده و طبعا هر پوسته‌ای و هر لباس دروغ و آریه‌ای که تن بکند مظروف این ظرف فریبنده دین طاغوتی است. دین طاغوتی بار دیگر دینی است که مجموعه و اساره و ممزوجی از خرافه و خشونت است. اینها به هم میآمیزه و بعد رنگ آمیزی می شود، رنگ دینی به خود می گیرد. امام پیدا می کند، پیغمبر پیدا می کند، صلوات می فرستند، نماز می خوانند، همه این اطوارها رو در می آورند. رنگ تقدس و رنگ معنویت میگیره به خودش، یعنی وحشت مقدس ایجاد میشود. نام این وحشت مقدس طاغوت است. طاغوت اسم شخص نیست، اگر هم هست برای ما نیست، اسم یک ایدئولوژی است که ساختمان خشونت و خرافه وقتی به هم میآمیزند تشکیل وحشت میدهند که هم با عقل مبارزه میکنه، هم با استدلال مبارزه میکنه و بالاتر از همه با عدالت مبارزه میکنه. چون بر پایه ظلم و ستم و بی‌عدالتی پایه گذاری شده. و این وحشتی که رنگ تقدس به او خورده و معبود شده دیگه، تبدیل به خدا شده. خدای اصلی شیطانه البته. این خدا همون خدایی است که این مکتب به نام اوست، یعنی وحشت مقدس. به بیان دیگر طاغوت یعنی وحشت مقدس و ظلم و معبودی به نام شیطان. دین توحیدی معبودی به نام خدا، پدیده و مرکبی به نام عدالت اجتماعی که تشکل این معادله عدالت اجتماعی روی شانه های اخلاق و عقل قرار داده شده. در دین طاغوتی عقل رو از بین میبرند و وحشت رو که حاصل خرافه و خشونت است به عنوان یکی از مقدسات و بالاترین مقدسات قرار میدهند، که در واقع همه صفات منسوب به طاغوت رو داراست و پادشاه و خدای این دین هم شیطان است. و حالا در این آیه قرآن میگوید که وقتی افراد مدعی میشوند که ما به کتاب شما ایمان آوردیم و کتاب هایی که قبل از این کتاب بوده، اصلا همه آیات الهی رو ما بهش ایمان آوردیم، ولی برای قضاوت و داوری به عدالت که مبنای دین توحیدی است مراجعه نمی کنند، قضاوت رو از طاغوت یا از وحشت مقدس مطالبه می کنند، برمی گردند
و به وحشت مقدس مراجعه میکنند و از اون نظر میخواهند، از او قضاوت میخواهند، از او حکم میخواهند. در صورتی که از نظر ادعا میکنند که ما پیرو دین توحیدی هستیم، خب دین توحیدی اگه پیروش هستید که باید پیرو عدالت باشین، ولی میگوین نه ما پیرو این دین توحیدی هستیم ولی ترازوی ما ترازوی دین طاغوتی است. و اینها کسانی هستند که اشکال بالاتری دارند که در مبدأ اصلی، منبع اصلی، منشأ اصلی دیندار بر اساس عدالت و خداپرستی است. دین طاغوتی بر اساس وحشت مقدس و شیطان پرستی است. طاغوت دین سرکشی در مقابل عدالت است. و امروز می‌بینیم که ما به عنوان یک اسم جنریک کدام دین در دنیا حکومت می‌کند و اسامی فرعی رو کنار بگذارید، اسامی است که ما گذاشتیم، ولی مفهوماً دین در دنیا دو دین بیشتر نیست، یا دین عدالت است یا دین وحشت مقدس است در این طبقه بندی. ببینیم قرآن در این زمینه چه میگوید. اتاق فرمان آیه شماره 60 رو روی صفحه قرار بدید. علم درا، آیا نظر نکردی ایلا به سوی نظر نکردی در واقع تعمق نکردی، تحلیل نکردی، نگرش تحلیلی منظور هست. علم درا، آیا نظر نکردی ایلا به الذین، کسانی که یزعمون، کسانی که یزعمون ادعا میکنند یا ادعا کردند، انهم که ایشان آمنو ایمان آوردند، بما به آنچه انزل نازل شده است الیک بر تو، و ما و آنچه انزل نازل شده است من از قبلک پیش از تو، آیا ندیدی کسانی که مدعی هستند که نه تنها مدعی هستند، از عمون یعنی که ادعای زعامت و ادعای بزرگی و سرپرستی و رهبری هم می کنند و می گویند ما ایمان آوردیم و خیلی مراحل بالای ایمان رو پذیرفتیم و در اون مقام هستیم نسبت به آنچه که به تو نازل شده و نسبت به آنچه که به پیشینیان تو نازل شده. میگه آیا این افراد رو ندیدی که یوریدون، اراده میکنند و میخواهند و آرزو میکنند که ان به یتحاکمو، به در واقع حکمت گذاری و یا به قضاوت بنشینند الى بر اساس الطاغوت، خدایان الطاغوت، مقدسات دروغین. آیا البته مقدس دروغین همون مقدسی است که نسبت به توحید دروغ است، ولی ترکیب و ساختمان و
تشکل طاغوت بر مبنای خرافه و خشونتی است که رنگ طاغوتی و یا رنگ تقدس دینی زده شده و نام وحشت مقدس دارد. این است که ضمن اینکه این ترجمه را من میپذیرم که طاغوت به معنای مدعی مقدس و یا مقدس جعلی و یا نامقدس باید گفت هست، اما در این حال مفهومش و اگر تجزیه بکنیم و به تحلیل این واژه بپردازیم همان است که عرض شد، یعنی وحشت مقدس است. چون یا باید یک کار مفهوم مقدس باشد، عقل مقدس باشد که شما با عقل به اون مراجعه بکنید و خصوصیات او رو پیدا بکنید یا از اون تبعیت بکنید، یا با بیعقلی باید جلو برید و برای جلوگیری از حرکت عقل وحشت بسیار عامل مناسبی است. یعنی شما وقتی وحشت رو به کار میگیرید عقل رو تعطیل میکنه، عقل در منطقه وحشت پا نمیگذارد و این به اون وحشت مقدس اشاره میکند که هم وحشت میکند هم مقدس است که وا مصیبتا به چنین قدرت عجیبی که وحشتناک است و مقدس هم هست. درست مثل مایای دین مایا در آمریکای مرکزی که وقتی دختران جوان رو در واحدهای 12 نفره از پله‌های بالای کوه که به عنوان معبد شناخته می‌شد پایین می‌انداختن، خب این ضمن شکوه و جلالی که داشتن وحشت مقدس بود. در وحشتش تردید نکنید که مردم رو هم دعوت می‌کردن که بیان تماشا کنن و این دخترهای جوان رو مقایسه مجسم بکنید، یکی بعد از دیگری از بالای کوه روی پله‌هایی که ساخته بودن می‌انداختن و اینها در هر پله‌ای یکی از استخوان‌هاشون قورت می‌شد تا برسن به زمین. این وحشتی که ایجاد می‌کرد، اما چه جور وحشتی بود این؟ وحشتی بود که همه در مقابل این وحشت سجده می‌کردن به خاک تا این جسدها به پایان برسه و خون روی پله‌ها بریزه و خدای خونخوار راضی بشه. شما اگه به تاریخ مراجعه بکنید میبینید طاغوت برخلاف اونچه که معنی میکنن که پادشاهی بوده که چنین چنان بوده، اینها همه شوخی است، یا لااقل شوخی هم نباشه از قرآن بیرونه. اما اگر شما به تاریخ خارج از قرآن که ارتباطی هم به قرآن نداره، به تاریخ دیگران مراجعه بکنید، آثار خشونت رو در تشکیل و تشکل دین اونچنان مؤثر و پابرجا میبینید که انسان به حیرت کشیده میشه. به هر حال کسانی که ادعا می کنند یا ادعا کردند که به کتاب تو و به آیات ما قبل تو ایمان آوردند، ولی همین کسان آرزو می کنند، اراده می کنند، می خواهند که به قضاوت بنشینند بر اساس ارزش های طاغوت، ارزش های وحشت مقدس. و قد و دقیقا و بی تردید ایشان امر شده اند یا امر شده بودند و ایشان مأموریت گرفته بودند و مأمور بودند که یکفرو تکذیب کنند و تکفیر کنند بیهی به آنچه که به دروغ مدعی بودند که به آن باور دارند. این بهی به آن برمیگرده به یزعمون، به اون چیزی که ایمان کرده ادعا کرده بودند که ایمان دارند. یعنی در واقع این عمل اونها تکفیر اون چیزی است که مدعی داشتن اون بودند. پس اینها در واقع امر شدند به تکسیب آنچه که مدعی دارا بودن آن شدند و یرید و آرزو می کنند الشیطان که شیطان ان
یضلهم، که ایشان رو مورد ضلالت و گمراهی قرار بده. ضلالا، در ضلالت. بعیدا، بعیدا، در ضلالت بسیار دور از هدایت. بعید منظور فاصله ضلالت با هدایت است، که به طوری که عرض کردم در اینجا اشاره میکند به این که اونها هم مأمور هستند، امر پذیرفتند به تکفیر و به تکسیب اونچه که مدعی بودند که پیروان هستند، و اینها مورد اراده قرار میگیرند، اینطور بگیم شاید صحیح تر باشد، مورد اراده قرار میگیرند به وسیله شیطان که به ضلالت و به گمراهی بعید از حقیقت و سعادت فرو بیفتند. تشکر میکنم خدا فرمان. در این آیه اگر که ما دقت کنیم، حقایق جدید و شگفت‌آوری دیده میشود، و باز اگر این آیه رو به روز بیاوریم و در شرایط حاضر بررسی بکنیم، شگفتی‌های بیشتر و حیرت بیشتری حاصل می شود. کسانی که مدعی دینداری هستند و زعامت در دین رو مدعی هستند، یک وقتی که آدمیست، آدم بی سوادیست، آدم عادی معمولی بی سوادی مثل من، یک دینی رو قبول میکنه، حالا این دین رو اکثرا هم آدم های بی سواد مثل من دین رو بر اساس عقل و منطق و اینها نمیپذیرن، بر اساس عادت و بیشتر بر اساس خرافه و ترس، نسبی بین توحید و ترس، یک حالاتی دارن که مطالعاتی ندارن، یک مقداری بستگی به طبیعت انسان داره، به نیازهای انسان داره، به ترس انسان داره، و این چیزها مربوط میشه. یک دینیست که خیلی هم ممکنه که مضر نباشه، ولی بالاخره مفید هم نباشه. از یکی از دوستان میپرسیدیم که این سخنرانی هایی رو که ما در تلویزیون پیوند غیر از خودمون از دیگران پخش میکنیم، نظر شما چیه؟ یکی رو خیلی مضر دانستند و اون دیگری رو گفتن که ضرری نداره، ولی اتلاف وقته. حالا این دین اینها ممکنه که واقعا ضرری هم نداشته باشه، ولی سودی هم نداره. اما اون کسانی که در مقام زعامت، یعنی برمیگرده باز اینجا به ملا، کسانی که در ریاست دین قرار دارن، یزعمون، کسانی که مدعی زعامت هستند در قبولی دین، خودشون رو رهبر دین میدانند، خودشون رو ملا میدونند، خودشون رو معلم میدانند، اینها وقتی وارد دین میشن، یا به عنوان مأمور، اینجا اصلا علنا میگه که اینها مأمور هستند، مأمور ویران کردن دین توحیدی هستند، که از درون به دین وارد میشن. وقتی وارد میشن میگن ما متخصص دین هستیم و مطالعه کردیم دین مقدس اسلام رو، و به این نتیجه رسیدیم که این دین چنین است و چنان است، و ما رشتمون اصلا دینشناسی و دینداری از این حرف است. در مقام بلد و در مقام متخصص و در مقام زعیم وارد دین میشن و میگویند که ما به تمام دین ها معتقدیم، اصلا دیگه جای بحث و گفتگو برای شما نمیگذاریم. زنده باد محمد، زنده باد عیسی، زنده باد موسی، زنده باد یعقوب، زنده باد ابراهیم، چی میگید شما؟ هیچی. ما به تمام این کتاب ها میگیم. خوندین این کتاب ها رو؟ نه، ولی قبول دارم. خیلی خوب، پس شد مسلمان کامل، موحد کامل، وارد بازار دین میشه، درها باز میشه، داخل دین میشه. اما به محض اینی که در مقام حکمت یا در مقام حکومت قرار میگیره، منظور من حکومت سیاسی نیست، منظور من حکومتی است که در اون حکومت قضاوت او تأثیر داره، یعنی تأثیر در تعامل و تحمیل داره، اونجا قرار میگیره، یعنی مفتی میشه، یعنی مجتهد میشه، در مقام تحکیم قرار میگیره، یعنی نظر و آراء او
نظر و آراء رسمی میشه، فتوا میده، اجتهاد میکنه، نظر میده، میگه این آدم رو که در مکه حالش با هم خورده سرشو ببرید، میبرند، اون قدرت رو پیدا میکنه، زعامت پیدا میکنه. قرآن رو اگر دقیق بخوانید بسیار 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 کتاب آموزنده است و این نکات ظریفی رو که در لغاتی که در قرآن به کار رفته یا از امون ترچی ترجمه میکنن همه جا کسانی که مدعی هستن. مدعی چی هستن؟ که ما دین شما رو پذیرفتیم، مسلمان شدیم، چنین شدیم، چنان شدیم. ولی اصلا چرا این لغت رو آورده؟ خب همون مدعی میگفت دیگه. چرا کلمه مدعی به کار نرفته ولی معنی مدعی میده؟ معنی مدعی هم میدهد، ولی چه کسی مدعی است؟ چه کسی مدعی است؟ مقام مدعی رو در اینجا معین میکند که درست است که ادعا میکند، اما کی ادعا میکند؟ یک زعیم، یک رئیس، یک مفتی، یک مجتهد، یک رهبر، یک قدرتمند، یه صاحب نام دینی داره وارد دین میشه و ادعا میکنه که اگه آدم معمولی از تو کوچه و خیابان یه جوانی پیدا بکنه، جوان بی سواد، مسلمان شده یا نشده؟ اصلا میگن میخوای مسلمان بشو، میخوای نشو، اصلا پولی چیزی داری؟ نه، اصلا نمیخوام مسلمان بشی، بار اضافی رو دوش من باشه، برو فکر کارت. این یک آدمی است که اسم داره، رسم داره، زعیمه، زعامت داره، ریاست داره، بزرگی داره بر همه. این اسلام رو میپذیره. از همون اول سمت آیت اللهیش وارد میشه، بعد خودش وارد میشه. اول عمامه و کلم پیشش وارد میشه، بعد خودش وارد میشه، میذاره سرش. تا دیروز ملای یهود بود، امروز ملای مسلم میشه. تا دیروز ملای زردشتی بود، امروز ملای مسلمان میشه. شب خواب میبینه رسول اکرم رو، میاد به خوابش، دست میکشه سرش، توی سرش میزنه، توی پشتش میزنه، یک لگد بهش میزنه، میگه مرد حسابی، فردا برو مسلمان شو، نور به قبرت میباره، نورانی میشه، فردا مسلمان میشه، وارد میشه. نه به عنوان یه آدم معمولی، به عنوان یه متفکر، به عنوان یک فیلسوف، به عنوان یک زعیم، به عنوان یک حکیم، به عنوان یک مجتهد، به عنوان یک مفتری. ببخشید همون مفتری هم هست واقعا. وارد دین میشه و شروع میکنه به جفتک انداختن و اظهار وجود کردن. تا جایی که میرسه به مرحله قضاوت، شما ببینید که این داستان قرآن رو در اینجا نگاه بکنید، کسانی که وارد دین اسلام شدند مثل کعب الاخبار، ابن کعب، که میگویند در زمان پیامبر خواست که اسلام بیاورد و پیغمبر گفت برای خودت مسلمان بشو، برای من مسلمان نشو، من اصلا اسلام تو رو نمیفهمم، برو دنبال زندگیت. و همینطور در زمان، عرض میکنم که ابوبکر با همین مخالفت روبرو شد، در زمان عمر با همین مخالفت روبرو شد، در زمان عثمان او رو پذیرفت به اسلام، خلیفه وقت، و یک شبه به صورت مخفی هزاران حدیث خلق شد. این کعب الاخبار، ابن کعب، معروف به کعب الاخبار هست در تاریخ به خاطر تمام این حدیث های بی پایه و اساسی که وارد اسلام شد، که بعد از 100 سال از او شکل قانونی به خودش گرفت و مبنای کار مورخین و محدثین هست، از اونجا شروع میشه. این چون یهودی بود و دین یهود هم سرشار هست از میلیون ها حدیث که این محدثین اسلامی به گرد پای محدثین یهود نمیرسن. یه کتابی دارند به نام تلموز، 1550 سال است که مشغول نوشتن و تکمیل کردن این کتاب حدیثی هستند. 1550، 15 قرن است
که بی وقفه این کتاب حدیث رو می نویسند که در گذشته چه شد و چه نشد و از این حرف با. خیلی پرن، خیلی خیلی غنی هستند در احادیث و این مهملات. یک جا اینها رو همه رو وارد اسلام می کنن. امروز سوغاتی که ما از کعب الاخبار داریم همین سنگسار است. با چه وارد اسلام شده؟ با حدیث، که پیامبر در جایی مراجعه کردند به او که گفتن این زن زنا کرده، شما جریمه چه میکنید؟ شما در دین خودتون چطور رو تنبیه میکنید؟ گفتن با سنگسار. گفت خب ما هم با سنگسار داریم. یعنی پیغمبر در اینجا هم فاسق میشه، هم دروغگو میشه، هم خائن میشه، هم نامسلمان میشه، هم انحرافگر میشه و هم محارب با خدا میشه. یعنی در مقابل خدا ایستاده، یک فاسق در مقابل خدا ایستاده و میگوید من حدود تو را رعایت نمی کنم. اینکه قرآن حدود داره دیگه، در زنا میگوید که این حدود از این حدود بالاتر نرید. پیغمبر پف میکنه و پشت میکنه به این قانون قرآن بر اساس حدیث و میگوید خدا بیجا کرده این حرف رو زده، حدود حدود نداره، سنگسار کنید. و از اون به بعد بر اساس اون حدیث سنگسار، که درست محاربه با خداست. یعنی اینها زن رو سنگسار نمی کنن، اینها خدا رو در اون گودال نشاندن، اسلام و قرآن رو در اون گودال نشاندن و سنگسار می کنن. همین کسانی که به عنوان زعیم وارد دین شدن. خیلی سخنها دارم ولی زبانم رو می بندم. می گوید کسانی که به عنوان زعیم وارد دین می شوند و مدعی دینداری میکنن و خیلی زود بالا میرن، مجتهد میشن، مفتی میشن، رئیس میشن، تصمیم گیرنده میشن، صاحب نفوذ میشن و شروع به سمپاشی در دین میکنن، میرسه به مرحله قضاوت. بعد حالا ازش میپرسن که حضرت آیت الله ما باید چه بکنیم در فلان مورد، در مورد دیگه. اینها بلا فاصله در اینجا ترازوشون ترازویی است که قبل از اسلام به کار می بردند. اینجا قرآن می گوید که ترازوی طاغوت به کار می برند. و طاغوت نام دین خاصی نیست، ما دین رسمی نداریم. انحراف از دین توحیدی دین طاغوت نام دارد. طاغوت یهودی، طاغوت اسلامی، طاغوت مسیحی، طاغوت زردشتی، طاغوت یعقوبی، طاغوت یوسفی، طاغوت اسحاقی، طاغوت ابراهیمی، طاغوت اسماعیلی، اینا همه طاغوت دارن. کسانی که از اون دینی که در اون دین هستن منحرف میشن، طاغوت اون دین رو میپذیرن، بدل اون دین رو میپذیرن. نه اینکه طاغوت یک دین معینی باشد که بیان آقا چیه این دینش طاغوتیه. طاغوت یک پارازیته، روی دین اصلی سوار میشه و در واقع ضد دینه، مثل ماده و ضد ماده، ضد دینه، ضد هر دینی است که روی اون دین پارازیتوار مینشینه. و این کسانی، این پارازیت هایی که وارد دین میشن، در واقع اینها طاغوتی هستند. باز عرض میکنم طاغوتی دین مستقل نیستند، نسبت به دین اسلام که دین توحیدی است، این دین ضد توحیدی است. نسبت به اسلام که از طریق اسلام خدا پرست می شوند، از طریق ضد اسلام شیطان پرست می شوند. ولی اسباب کارش اسلامیه، زبان کارش زبان اسلامیه، فرهنگ و سنتش فرهنگ اسلامیه. یعنی نهایتا مسلمان شناخته می شه. اینی که اگر بگردید تو بازار، تو دیکشنری اینور اونور، که ما میخواییم بریم یک جایی که میپرسیم مردم عهدی شما دینتون چیه، بگن دین ما دین طاغوته. همچین جایی رو کره زمین نداریم. بلکه پسمانده و بازمانده و مخالف و معاند دین ها به نام طاغوت خوانده میشود.
دینی که تقدس رو از خدا میگیره به شیطان میده، تقدس رو از عدالت میگیره به وحشت میده و به ظلم و ستم میده. به ستم مقام عدالت میده، نام عدالت میده به ستم، و قدرت میده و وحشت میده که شما در مقابل وحشت قد علم نکنید. در اینجا میگوید وقتی که صحبت از قضاوت میشود، قضاوتی که میکنند بر اساس طاغوت قضاوت میکنند، نام طاغوت نمیآورند. میگوید ما مسلمان هستیم، مجتهد هستیم، قرآن رو حافظ هستیم، ما مفتی هستیم، ما کارشناس هستیم، ما فدایی هستیم، ما صمیمی هستیم. حالا این زن رو بردن زنا کرده است، البته ببخشید اشکالی ندارد و اینها، ولی حدیث میفرماید، حدیث حضرت محمد قربان محمد بروم، این طور است اون طور است، هی محمد رو بزرگ میکنند، هی بزرگ میکنند که زیر محمد جایی باز بشود که طاغوت پذیرفته بشود. سعی میکنند از محمد هم یک طاغوت دیگری بسازند، وارد به دین میشود، موقع قضاوت میرسد، موقع قضاوت الگوی کار او طاغوت است و از طاغوت، از شیطان، حالا در اینجا امر گرفته است، مأمور شیطان هست که کفر بورزد، دروغ بگوید و تکذیب کند. يتحاكموا. و چون زمان قضاوت میرسد و چون به قضاوت مینشیند، الى الطاغوت، قضاوت اون بر مبنای طاغوت است، و قد، و قطعا امیرو، امر شده است به او، مأمور است، یعنی ان به یکفرو بیهی، که کفر بورزد، کفر بورزد و تکذیب کند و خلاف آن عمل کند، به اون چیزی که ادعای باور و تسلیم کرده است. به چی باور گفته است؟ من میام به کسانی که گفتند که ما این کتاب و کتاب‌های قبلی رو قبول داریم، و شیطان، همان رئیس طاغوت، می‌خواهد که ایشان گمراه بشوند و به ضلالت و تاریکی وارد بشوند و بالاتر از همه از دین توحیدی فاصله بگیرند، بعید بشوند، اونقدر دور بشوند که آثار کوچکترین نور و فروغی در این تاریکی از توحید دیده نشود. تا اونجا اینها رو شیطان میخواد به عقب ببره و میبره. و اشکال و وحشت در این است که اینها در ذهن و در باطن و در سرشت هزاران سال از اسلام دور هستند، اما در ظاهر بر اسلام حکومت می کنند و در اسلام تصمیم می گیرند و جزء قضات اسلام هستند، جزء مجتهدین هستند، جزء فتوا دهندگان هستند، جزء مفتیان هستند و جزء عوامل و عناصری هستند که پایه های دین رو معین می کنند، روشن فکر دینی هستند، یا حضرت آیت الله هستند، کسانی هستند که گاردین های دین هستند. و قرآن میگه همه اینها شیطان پرست هستند. قرآن میگوید همین کسانی که زعمای دین اسلام هستند، زعمای دین اسلام هستند، علی الظاهر اینها در مقام عمل و موقع اجرا شیطان پرستانی هستند که از ترازوی شیطان برای قضاوت استفاده می کنند. حالا این آیه قرآن رو داشتید، حالا نگاه کنید به اطرافتون.
یک امری که بسیار منو رنج میده و باطنا نمیخوام که قبول بکنم که چنین چیزی هست این است که من خیلی خالصانه با شما درد دل میکنم. گاهی از اوقات از خودم میپرسم که شاید همین مردم که شکوه میکنند به من که ما ترجمه صحیحی در دست نداریم و من به اونها میگویم اگر تقوا داشته باشید ترجمه احتیاج ندارید، انشالله که خدا منو ببخشد و من سعی میکنم که اگر هم فکر شما رو منحرف میکنم خودم از صداقت خارج نشم. گاهی از اوقات من خودم به تردید میفتم که آیا با این انبوه ترجمه های مسدود کننده که بیشتر این ترجمه ها چند تا دیوار دور فکر آدم میکشه که آدم هی قرآن رو میخونه، هی آیاتش رو میخونه، هی بالا میبره، هی پایین میاره، هی اینجا رو نگاه میکنه، لغات رو کنار هم میذاره، دور میکنه، نزدیک میکنه. حالا عربی هم خوب بلده اون شخص که این کارا رو میکنه، هر چی اینها رو پشت رو میکنه و عقب و جلو میبره، میبینه آخرش یعنی چی؟ یعنی چی که آیا ندیدی تو کسانی را که با زعامت، کسانی که یزعمون هستند یعنی مدعی زعامت هستند، اصلا صحبت دین نمی کنه ولی بعد در جمله می بینه که زعامت خودشون رو در دینی می دانند که هم دین توست هم دین پیشینیان توست، می گویند ما همه این کتاب ها رو قبول داریم. خب اون کتاب های قبلی رو که قبول داریم یعنی ما متخصص اون کتاب ها هستیم و الان متخصص قرآن هم شدیم، پس متخصص کل کتاب ها هستیم و متخصص کل دین ها هستیم ولی به دین تو معتقدیم، اون دین ها رو هم بخشی از این دین میبینیم. یعنی صحنه سازی و تئاتر بازی کردن و دروغگویی کامله، اصلا نقشه کار کشیده شده و اصلا جلوی آدم میگذارن آقا کیه؟ متخصص چی؟ تاریخ شناس دین فلانه، چند سال هم در دین بیسار بوده و این آمده الان شب خواب نما شده یا یک دوستی داشته یک آیه قرآن برای این خونده منقلب شده، الان با همه سواد و معلومات، ضمناً 50 سال هم قرآن خونده این خودش، ولی این یک نفر که دیده یک چیزی گفته، یک مرتبه آتش شوق در این شخص بیدار شده و گفته من میخوام مسلمان بشم، من میخوام ایمان بیارم. گفتن خب سواد داری این حرفا چه؟ قرآن رو من از حفظم ولی تا حالا نور قرآن به من نخورده بود، الان این آقا رسیدن با چراغ قوه نور قرآن رو به من تاباندن، من مسلمان شدم. مسلمان معمولی هم نیستم. ما تا این حقایق رو از بین این جملات قرآن با این ترجمه هایی که دور تا دور ذهن ما دیوار میگذارد که ننگری به حال آنان که به گمان خود ایمان به قرآن تو و کتب پیش از تو آوردند، چگونه باز میخواهند داوری به طاغوت برند در صورتی که مأمورند به طاغوت کافر شوند. خب آدم هی میخونه، هی بالا میره، هی پایین میاد، روشم نمیشه آدم قرآنه، چی بگه؟ به کی بگه؟ بگه من یا نمیفهمم یا اگه میفهمم قبول ندارم. گاهی از اوقات من فکر میکنم که شاید یک نهضتی باید شروع بشه و شاید یک عده آدم فداکار. این کار از نظر زمان برای یک نفر امکان نداره. خیلی از دوستان من هم به خصوص اخیراً خیلی فشار رو زیاد کردن که ما چنین میکنیم، چنان میکنیم، شما قرآن رو باید ترجمه کنیم و ایمیل هایی که دریافت میکنم که قرآن شما ترجمهش کجاست، هر چقدر با شما میخریم، هم چی میکنیم، فلان میکنیم و نکردم من تا حالا این کار رو. الان اگر بخوام این کار رو شروع بکنم احتیاج به کارمند دارم. من اقلا 3 تا 4 تا کارمند لازم دارم که به اینها مأموریت بدم چطور مطالب رو جمع بکنن، چطور خلاصه بکنن، چطور غیر خلاصه بکنن تا این کار مثلا ظرف 6 ماه 1 سال انجام بشه. اون بودجه رو ما نداریم، من هم تحمل جسمی ندارم. من الان که اینجا نشستم روی این صندلی عزا دارم که وقتی تنفس میشه چند دقیقه طول میکشه که من از روی این صندلی بتوانم بلند بشم و کم کم کار به جایی میرسه که از اپراتورها باید تقاضا بکنم بیان زیر بغل منو بگیرم بلند شم. من چطور میتونم که
علاوه بر کارهایی که الان دارم میکنم روزی 8 ساعت 10 ساعت دیگه وقت بگذارم و وقتی 150 سالم شد ترجمه قرآن تمام بشه. نمیشه، احتیاج به کادر داره. اگر شما میتوانید این کادر رو تعیین بکنید، خود شما به اونها حقوق بدید، به من لازم نیست چیزی بدهید، من کار چیزی نمیخوام برای این کار، پول رو هم قبول نمیکنم که من به اونها بدهم، خودتون بهشون بدید، من معرفی میکنم، شما زندگی اونها رو تأمین بکنید، اونها کمک بکنند این قرآن به انگلیسی، فارسی، به هر زبانی که میخواهید و پیشنهاد میکنید ترجمه بشه. من در کار فارسی و زبان انگلیسی میتوانم که قرآن رو ترجمه کنم، در بقیه زبانها یعنی مختصری میدانم ولی جرأت نمیکنم که به اون زبانها ترجمه کنم، تخصص و تسلطی به اون شکل به زبانهای دیگه ندارم. اما این لزوم رو حس میکنم. در این آیه قرآن اشاره میکند به کسی که مدعی است و در مقام ریاست، در مقام فرماندهی، در مقام رهبری داره وارد دین میشه. توجه کنید، در مقام رهبری داره وارد دین میشه. قرآن میگوید که وقتی هم وارد میشه ازش میپرسن که شما در مورد قرآن چی فکر میکنید؟ تمامش رو قبول داره. در سوره بقره در آیه 5 و 6 نوشته که شما بایستی که همه پیغمبرها رو قبول داشته باشید. دارم. همه کتابها رو قبول داشته باشید. دارم. تقوا داشته باشید. دارم. انفاق میکنید. میکنم. به غیب بله. نماز بله. قیامت بله. دیگه چی فرمودید؟ چیزی هیچی. همه رو قبول دارم. خیلی خوب بفرمایید تو. تا مدتی هم که خوب نشسته دعا میکنه، صلوات میفرسته، تسبیح دستشه، همه این کاراش درست. موقع قضاوت میرسه، حالا حاج آقا بله شما اجتهادتون در این مورد چیه، باید چی کار بکنید، در اون مورد چیه، اون وقتی است که دم خروس از تو جیب شخص میاد بیرون. دم خروس هم داستانش برای کسانی که حالا با فرهنگ ایرانی زیاد آشنا نیستن، میگویند یک کسی رفت منزل یک کسی، وقتی میخواست بیاد بیرون خروسی اونجا داشت در منزلش راه میرفت و اینها، گویا یک آخوندی بوده، این واقعا اتفاق میفته که میرفتن آخوندها در منازل افراد روزه میخواندن. سابق مثلا خانه خود ما روزهای سه‌شنبه یک روزخانی بود که اولاغ سفید بزرگی هم داشت و ما همیشه منتظر بودیم که کی این با این اولاغش میاد، ما سوار اولاغ بشیم بریم بگردیم با بچه های محل. و چی میخواستم بگم یادم نه. فکر من انقدر راجع به موضوعات مختلف مخشوشه و خیلی احساس ناراحتی هم میکنم که مطالب از ذهنم فرار میکنه. هر صورت در مورد ترجمه قرآن امکان اون در شرایط حاضر برای من وجود نداره و ولی نیاز به این کار رو احساس میکنم که به شدت نیاز این کار موجوده و شاید دیگران اگر کمک بکنن کار اصلاح و تصحیحش رو من بتوانم انجام بدهم، به هر زبان انگلیسی یا فارسی که باشه، ولی شخصا نمیتوانم که این مسئولیت رو قبول کنم مگر اینکه افراد دیگری مدیریت این کار رو و هزینه های کارمند هایی که برای این کار لازمه قبول بکنن و به عهده بگیرن. وقتی کسی در سمت تصمیم گیرنده و رهبری وارد دین میشه، خطراتی که داره این است که در موقعی که میخواد قضاوت بکنه و اجتهاد بکنه، اجتهاد خیلی امر مهمیه یا فتوا خیلی امر مهمیه، برای اینکه مردم با قرآن زندگی نمی کنند، مسلمانان اصلا با قرآن کاری ندارن، مسلمانان اصلا استخراج حکم از قرآن رو نه بلدن نه می کنند. مسلمان ها برای هر کاری که می خوان بکنن به کتاب توزیع المسائل یا کتاب فتوا یا کتاب چنین و چنان مراجعه می کنند، با قرآن کسی کاری نداره. این ضعفی که در اسلام به وجود آمده، این انحرافی که در اسلام به وجود آمده باعث می شود که این افراد
به جای قرآن نقش اسلامی بازی کنند. یعنی اگر نظریه‌ای میدهند، مثلا همین موضوع شلاق زدن یا سنگسار کردن رو، وقتی میخواد این سنگسار کردن رو وارد اسلام کنه، خیلی راحت هست. اگر که مقام رهبری داشته باشد، اگر مقام تخصصی داشته باشد، مقام ریاست داشته باشد، بالاتر از قرآن می نشیند. حتی چیزهایی رو که قرآن ممنوع کرده و آزاد می کند و دیگران هم می پذیرند و می پسندند. اگر ما در آیه های قرآن دقت بکنیم، امروز هم نگاه می کنیم که فسادی که در اسلام وجود داره به وسیله کسانی است که واقعا اینها معتقد به قرآن نیستند. من شخصا اعتقاد ندارم کسی که واقعا و صادقانه به قرآن اعتقاد داشته باشه بتوانه کار خطا بکنه، بتوانه موجب انحراف بشه. من تصور نمی کنم کسی اگر به قرآن ایمان داشته باشه قادر باشه که راه کج بره، قادر باشه که دزدی کنه، قادر باشه که دروغ بگه، قادر باشه که به ناموس مردم تجاوز کنه، قادر باشه که دبل استاندارد و یک بام و دو هوا بازی کنه. مردم کشور خودش رو برای اینکه دست محرم به نامحرم خورده، دست رو قطع کنه برای بار اول، برای دار دوم گردنش رو قطع کنه که چیه دست مرد به زن خورده. در مقابل 14-15 دوربین های دفینیشن جهان، خودش کسی که این حکم رو صادر میکنه برای مردم خودش و برای بقیه مردم دنیا، دست زن رئیس جمهور یک کشور دیگه ای رو بگیره و نزدیک به 1 دقیقه در دست خودش نگه داره و مالش هم بده و کسی پیدا نشه که سر او رو ببره و دست او رو ببره و دست این زن رو ببره. هیچ. یک بام و دو هوا. دبل استاندارد. این اون کسانی است که وارد دین میشن و میگن ما دین رو پذیرفتیم. سمعنا و قبول کردیم، میگه وارد شدیم و قبول کردیم، در حالی که زبونشون رو میچرخونن و میگن اسینا به جای اینکه بگوین اطعنا. میگوید این افراد مأمور هستند و قد امیرو و اینها تحت امر هستند، اینها تحت فرمان هستند، اینها مأمور هستند، اینها جاسوس هستند. یه همه معنی مستقیمی است که این آیه میدهد که چه کنند؟ که تکذیب کنند در عمل و تکفیر کنند بهی، به کدام؟ به همون ایمانی که مدعی هستند ایمان آوردند، به همه کتاب ها و به همه اسلام ها و قرآن ها و چه و چه، به همه اونها خیانت کنند. و شیطان خدای اینها، اینها مرید شیطان هم دیگه، و شیطان هم برای اینها اراده می کند. برای کی اراده می کند شیطان؟ انشاءالله برای من که نمی تواند شیطان اراده کند، چون من مرید شیطان نیستم. یورید برای مرید اراده می کنه، مراد برای مرید یورید اراده می کنه. من مرید نیستم، مراد من هم شیطان نیست، بنابراین اون نمیتواند به من و برای من اراده کند، اراده کند برای کار من. اما در اینجا این افراد چون مرید شیطان هستند، اینجوری استنتاج میکنیم، برای این هست که و یرید الشیطان، شیطان اراده میکند برای آنها. چرا؟ چون مرید شیطان هستند دیگه. ان یضلهم، که ایشان را گمراه کند، از راه فرو افکند، ضلالا، در تاریکی و در گمراهی، خیلی تاریک شد، در تاریکی بسیار دور
از روشنایی، بسیار دور از حقیقت، بسیار دور از ایمان، بسیار دور از همه ارزش‌ها. امیدوارم این آیه برای شما مفید واقع بشود. اتاق فرمان اگر محترم مانه به من بفرمایید که با عرض ادب که ما چند دقیقه دیگه وقت داریم برای این بخش از برنامه. در این آیه بعدی، آیه شماره 61، اتاق فرمان با مرحمتی که دارید لطف کنید آیه 61 رو روی صفحه قرار بدید. و اذا، و زمانی که و چون، قیل، گفته می شود لهم، به ایشان، تعالوا، بیایید، بازایید، الى، به، ما، آنچه، انزل، نازل کرده است الله، الله، و الى، و به، الرسول، به رسول، رأیت. پس وقتی که به ایشان گفته می شود که بیایید، بپیوندید، بازایید و در واقع بپذیرید آنچه را که نازل کرده است الله و بیایید به سوی رسول او، رأیت، ملاحظه می کنید، می بینید، المنافقین، منافقین را، یصدون، که در واقع پشت می کنند و مسدود می کنند، هر دو با هم، هم رو بر می گردانند و هم راه رو می بندند، عنک، بر شما، صدود، در حال انسداد و در حال در واقع منع کردن و انکار کردن و قبول نکردن، رد کردن، نپذیرفتن. وقتی که به اون افرادی که گفته بودند که ما عقیده به دین داریم و تمام کتاب‌ها را قبول داریم، همون داستانی که در آیه قبل قرائت شد، و وقتی که اینها رسوا می شوند و به اینها گفته می شود که به عنوان مثال این موضوع، فرض بفرمایید که سنگسار کردن زنان به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل در قرآن وجود نداره و در اینجاها هم منع شده، حتی شما چطور یک کاری رو که مغایر با قرآن هست و ذکر هم شده انجام می دید و برگردید شما تابع انزالات خدا بشید، نه تابع احادیث و مطالب خارج از قرآن. اون وقت اینها ملاحظه میکنی، در اون زمان منافق بودن اینها رو میبینی که نه تنها به راه نمیآیند، بلکه پشت میکنند در اون زمان به دین، پشت کردنی که با منع ایمان سر و کار داره و در واقع سنگ هم جلوی پای تو میاندازن، هم دور میشوند، هم پشت میکنند و هم کار ایمان به دین توحیدی رو مشکل و گاه غیر ممکن میکنند. اتاق فرمان آیه شماره 62 رو روی صفحه قرار بدید. فکیف، پس چگونه، اذا، وقتی که، اصابتهم، مصیبتی بر ایشان وارد میشود، مصیبتون، مصیبتی بر ایشان اصابت می کند، بما، برای آنچه، قدمت، از پیش فرستادند، عید،
دستهایشان. ثم سپس جاؤوک به سوی تو می آیند. یحلفون سوگند خوران. بالله به خدا. این که ارادنا ما اراده نکردیم، ما نمی خواستیم که چنین کنیم. الا مگر احسانا که ما قصد احسان داشتیم. احسانا و توفیقا و قصد اتحاد و دوستی و بازگشت به دین. پس اینها کسانی هستند که در آیه قبلی، آیه شماره 60، از اینها به نام کسانی نام برد که مدعی می شوند در مقام رهبری و در مقام تخصص و در مقام مولویت که ما به دین شما ایمان آوردیم و وارد دین می شوند و بعد خلاف دین عمل می کنند و به ایشان گفته می شود که در تطبیق با قرآن برایید و اون وقت مخالفت شروع می شود و نقش منافق اونها رو در اون زمان ملاحظه می کنید. مثل همین زمان حاضر که ما به این همه ملا و این همه دروغگو می گوییم که به قرآن بازگردید و بیایید در حضور مردم، این قرآن بین من و شما حاکم و بین من و شما میزان و فرقان باشه، و چنین کاری رو هرگز نمی کنند و شما امروز می بینید که این افراد منافق هستند. افرادی که هم تعداد دارند، هم نفرات دارند، هم پول دارند، هم وسیله دارند، ما هیچ کدام از اینها رو نداریم. میگویم همه شما با هم جمع بشوید، بیایید اینجا، من یک نفر هم تنها، قرآن رو هم بگذاریم جلو و کارهای شما و حرفهای من رو در ترازوی قرآن قرار بدیم و معین و مشخص بکنیم، و نمی کنند این کار. قرآن به اینها میگوید که اینها مسلمان نماهای دروغگوی خائن طاغوتی هستند و به این لحاظ است که تن به قضا نمی دهند و فرقان و میزان قرآن رو، ترازوی قرآن رو نمی پذیرند. اما همینها وقتی که مصیبتی به سراغ اونها می رود و ضرر و زیانی می کنند و خطری بر اونها وارد می شود و اصابت می کند، اون وقت اون خطر رو هم خودشون برای خودشون ایجاد کردند، یعنی اون مصیبت رو اکتساب کردند در واقع، و در واقع اون معلولی است که علت اون رو از پیش فرستادند و خودشون باعث اون عمل شدند، یا به اصطلاح قرآنی وقتی که دستهایشان از پیش برایشان مصیبتی میفرستد که مورد اصابت مصیبت اکتساب شده دست یافته خود برمی آیند، در اون زمان به سوی تو می آیند. ثم جاؤوک آن زمان به سوی تو می آیند و سوگند می خورند که ما قصد نفاق نداشتیم، قصد گناه نداشتیم، قصد انحراف نداشتیم، قصد شیطان پرستی نداشتیم، و شروع می کنند به ذکر این مطالب که اون چرا که ما اراده کردیم انجام بدهیم در قبول دین، یکی احسان به مردم بوده است و یکی این که بازگردیم و با مردم در آشتی و صلح براییم، و این زبان حال همه کسانی است که ما این اظهارات رو در زمان خودمون هم بسیار میشنویم. اتاق فرمان آیه 63 در این آیه میفرماید که اولئک ایشان الذین کسانی هستند یعلم میدانند الله ما شه بی هست در کسانی هستند که میدانند، که علم دارند به این که
الله هست قلوبهم مطلع از قلوب ایشان فاعرض و بر این اساس پشت میکنند و اعراض میکنند و روگردان میشوند عنهم از آن وعظهم و موعظه میکنند ایشان رو و قل و بگو لهم به ایشان فی در ارتباط با انفسهم نفس هایشان اولا کلامی و پیامی بلیغا کفایت کننده و ارشاد کننده. تشکر میکنم اتاق فرمان. اینانند که خدا از قلب آنها آگاه است، از آنان روی بگردان و آنها را نصیحت کن و به گفتار دلنشین و مؤثر با ایشان سخن بگو. در آیه شماره 64 و ما رسولی نفرستادیم مگر بر این مقصود که خلق به امر خدا اطاعت او کنند. توجه کنید، و ما رسولی نفرستادیم مگر بر این مقصود که خلق به امر خدا اطاعت از او کنند، یعنی اطاعت از پیامبر اطاعتی است که به امر خداست که از چه چیز پیامبر اطاعت کنند جز از آیاتی که خدا به او گفته است و به او ابلاغ کرده است و به او وحی کرده است. در واقع خداوند می‌فرماید که ما پیامبری رو نفرستادیم مگر بر این مقصود که اون چه که خدا به او وحی کرده است بیان کند، و اگر هنگامی که آنان منظور منافقین بر خود ستم کردند به تو رجوع می کردند و از کردار خود توبه نموده و تو هم برای آنها استغفار می کردی و از خدا آمرزش می خواستی، در این حال البته خدا را توبه پذیر و مهربان می یافتند. به طور خلاصه پیامبری رو که خدا می فرماید که من فرستادم، این پیامبران، هر پیامبری رو من برای این فرستادم که دارای وحی باشد و هست. در جای دیگه می فرماید ما هیچ پیامبری نفرستادیم مگر اینکه به او وحی کرده باشیم. بنابراین پیامبر با وحی پیامبر می شود و به همه دستور داده می شود که از وحی پیامبر پیروی کنند و تابع وحی پیامبر باشند، وحی که به پیامبر می رسد. و هدف دین این است که از وحیی که پیامبر بیان می کند و ابلاغ می کند و تلاوت می کند مردم اطاعت کنند. و اگر مردمی که با سرپیچی و نفاق بر خود ستم کردند، نه بر خدا، بر خود ستم کردند با این نفاقی که پیدا کردند، اگر اونها به پیامبر مراجعه می کردند و از کردار خود به خدا توبه می کردند، نه به پیامبر، به خدا توبه می کردند، یعنی می آمدند در حضور پیامبر و می گفتند ما پشیمانیم و بعد به خدا توبه می کردند نه به پیامبر، و پیامبر هم با اونها و برای اونها تقاضای استغفار می کرد. یعنی مثل همه آدم های دنیا که الان شما به من مراجعه می کنید، من به شما مراجعه می کنم، آدم عادی، دو تا آدم معمولی عادی، من به شما میگم من اشتباه کردم،
من پول یک نفر رو دزدیدم 10 دلار، بعد هم رفتم به او دادم. من از خدا استغفار میکنم، تقاضای غفران میکنم، تقاضای بخشش میکنم، شما هم برای من دعا کن. خیلی مصطلح این کار. اون میگه منم دعا میکنم سر نماز یا سر غیر نماز یا موقع دویدن یا موقع شنا کردن، منم دعا میکنم که انشالله خدا از سر تقصیراتت بگذره، بالاخره خدا رحیمه چنین چنانه. او هم میگوید من هم استغفار میکنم، من هم برای تو دعا میکنم که مورد بخشش قرار بگیری. و این دعایی که شخص میکنه برای خود اون شخص هم خوبه، یعنی نه تنها من دعا میکنم که خدایا منو ببخش، او هم نگاه میکنه دعا برای من میکنه، یاد عمل من میفته، یاد واپس عمل من میفته، و برای خود اون هم یک مدرسه و یک درسه که توبه کردن رو یاد بگیره، گناه نکردن رو یاد بگیره، پشیمان شدن رو یاد بگیره، هر که میخواهد باشد. پیامبر هم یک بشر معمولی بوده، او هم احتیاج داشته که برای این که برای من دعا میکند، خود او هم از مزایای دعا برخوردار بشود. و از خدا آمرزش میخواستی، از خدا میخواستی که او رو بیامرزه. اون کسی که گناه کرده، در این حال خدا توبه پذیر، خدا رو توبه پذیر میافتند. اگر هم اصلاح میکردند و هم توبه میکردند و هم از تو میخواستند که برای اونها دعا کنی و تقاضای استغفار بکنی، نتیجه این توبه و اصلاح رو به چشم خودشون میدیدند. این که نزد پیغمبر انسان میرود و توبه میکند، این سوال پیش میآید که اگر این مشکل به دست شخص پیغمبر، خوب توجه کنید که چه عرض میکنم، اگر این اتفاق در زمان پیامبر میافتاده و من میرفتم پلوی پیامبر و از شخص پیامبر میخواستم که از زبان خود، از زبان محمد برای من دعا کند و برای من تقاضای استغفار کند، این عمل چند سال می توانسته که ادامه داشته باشد؟ توجه کنید، فکر دارید این آیه رو با هم مرور کنیم. آیه شماره 64 رو روی صفحه قرار بدید. وما ارسلنا، و ما ارسال نکردیم، نفرستادیم، من هیچ رسول، رسولی را، الا مگر، لیطاع، که مورد اطاعت قرار بدهد، یعنی از او اطاعت بکنن. از چی؟ از رسول، نه از شخص. به اجازه الله ما هیچ رسولی نفرستادیم مگر به این دلیل و به این منظر و به این خاطر و به این هدف و به این منظور که اطاعت کنند از رسالت او، اطاعت کنند از رسالت او، به اذن الله اطاعت کنند از رسالت او، به اذن الله. نقش الله رو در اینجا ببینید. و ولو، اگر، انهم، و اگر که ایشان، این وقتی، ظلمو، ظلم کردند، انفسهم، به نفس هایشان، جاؤوک، آمده بودند، فاستغفرو، و خواسته بودند که بخشیده شوند، استغفار کرده باشند، الله، از خدا،
واستغفر و خواسته بودند که مورد غفران قرار گیرند و خواسته بودند که مورد مورد غفران قرار گیرند لهمو برای ایشان الرسول رسول لوجدو می یافتند الله الله را توابا توبه پذیر رحیما رحیمی اگر آنها جاؤوک می آمدند فاستغفروا و تقاضای بخشش می کردند از الله می آمدند نزد تو و تقاضای استغفار می کردند از الله واستغفر و تقاضای غفران می کردند لهمو برایشان الرسول رسول در اون حالت لوجدو باز می یافتند الله خدا را تواب رحیمی ملاحظه می کنید که در این آیه به دو استغفار اشاره می کند استغفاری که تشکر می کنم اتاق فرمان استغفاری که شخص خودش انجام می ده اشتباهی کرده کار بدی کرده منافق بوده چه بوده هر چی که بوده اصلاح می کنه توبه می کنه به درگاه خدا در حضور محمد در حضور رسول این کار را انجام می ده یک کار زشتی کرده خدا میگه که با این کار زشت باید زندگی بکنی و در واقع چیزیست که اکتساب کردی و عکس العمل این کار رو دریافت کنی اما اگر در مقابل این ظلمی که به نفوس خودتون کردید بر خیش خیشتن کردید می آمدید نزد پیامبر و در حضور او و با حضور او استغفار می کردید که خدای من اصلاح کردم منو ببخش تا اینجا هیچ ایرادی نیست و بعد اگر که شما استغفار می کردید و اگر شما تقاضای استغفار می کردند اگر اونها تقاضای استغفار می کردند برای خودشان رسول یعنی اگر تقاضا می کردن که رسول هم برای اونها دعا کند و تقاضای استغفار کند حتما خدا رو توبه پذیر و رحیم می آفتن. یعنی اگر این کار می کردن ملاحظه می کردن که خدا اونها رو بخشیده است تا یک قسمت این آیه بدون اشکال می شه پیش رفت تا اونجایی که شخص تقاضای استغفار میکنه بعد از اصلاح همه این کارها کارش انجام میشه یک قسمتی که در اینجا احتیاج به توضیح داره این است که در حضور پیغمبر و از پیغمبر میخواد که او هم براش دعا کنه سوال این است که در 23 سالی که پیامبر حیات دنیایی داشته زنده بوده او همیشه زنده است البته ولی حیات دنیایی داشته شخص گناهی کرده اشتباهی کرده خودش استغفار کرده گفت خدایا منو ببخش ضمناً اومده در حضور پیامبر نشسته و میگوید که من استغفار کردم توبه کردم اصلاح کردم چنین کردم چنان کردم تو هم برای من به درگاه خدا دعا کن تقاضای استغفار کن برای من از خدا که خدایا این بنده خودت رو ببخش در شروع این کار و در پایان این کار در 23 سال برای همه آدم ها اجرای این قانون، اجرای این قرارداد، اجرای این آیه بسیار روشن و ساده است. آدم میره پلوی محمد، میره پلوی رسول، میگه من توبه کردم، تو هم از خدا بخوای که منو ببخش. اما با رحلت رسول اکرم تکلیف اجرای این آیه چه میشود؟ خوب توجه بکنید.
وقتی که پیغمبر رحلت می کند، من همون گناه رو مرتکب شدم و ظلم کردم به انفس خودم، به انفس دیگران. حالا پشیمان شدم، حالا تقاضا استغفار کردم، اصلاح هم کردم، قابلیت توبه پذیری پیدا کردم و خدا هم میخواد منو ببخش. اینجا آشنام فهمیدی. اما الان پیامبر نیست، الان پیامبر رحلت کرده و از این دنیا رفته. الان من برای اجرای قسمت دوم این آیه چه باید بکنم؟ جانشینی برای پیامبر انتخاب کنم، برم در کنار او بنشینم و تقاضا استغفار کنم؟ قسمت دوم این آیه باطل شده دیگه بعد از وفات پیامبر، یا در زبان خود پیامبر هم این ترجمه غلط وجود داره که برو و از پیغمبر بخوا که برای تو این کار رو بکنه؟ در متن آیه شما میبینید که اگر درست ترجمه شده باشد، و هنگامی که آنان یعنی گروه منافق بر خود ستم کردند، اگر به تو رجوع می کردند و از کردار خود به خدا توبه نموده و تو هم برای آنها استغفار می کردی. به هیچ عنوان نخواسته و نگفته که اینها از تو میخواستند که تو برای اونها دعا کنی. روی سخن آیه با پیامبر است و در واقع داره به ما میگوید که اگر این افراد رفته بودند پهلوی پیغمبر و در اونجا استغفار کرده بودند و صلاحیت پذیرش توبه پیدا میکردند، توبه پیدا میکردند، و اگر در اونجا پیامبر هم برای اینها دعا می کرد، قطعاً خدا گناهان اینها رو می بخشید یا توبه اینها رو می پذیرفت. چرا؟ خدا توبه پذیره و خدا رحیمه. آیا امروز که پیامبر از این دنیا رفته، هنوز منافق زیاده، ظلم به نفوس هم زیاده، الحمدلله بیشتر هم شده، 1000 برابر بیشتر شده. حالا من الان اصلاح میکنم، به نفوس خودم ظلم کردم، به نفوس دیگران ظلم کردم، حق اینها رو دادم، اصلاح شدم، توبه کردم، تقاضای استغفار میکنم. پیامبری نیست در حال حاضر که در کنار من بنشیند و او هم بدون اینکه من از او بخواهم. خدا به او گفته اگر اینها می آمدند در کنار تو می نشستند و تو هم برای اینها دعا می کردی، اینها نجات پیدا می کردند. حالا الان من خودم استغفار می کنم، ولی پیغمبری نیست که الان برای من استغفار کند بدون خواهش من، خودش استغفار کند. آیا من چیزی کم دارم از این مراسم استغفار، یا اینکه اون کار پیغمبر اضافی و غیر ضروری بوده؟ به این ترتیب ما این قضیه رو اینطور حل میکنیم یا توجیه میکنیم که مشارکت دیگری در دعا کردن برای ما، نه اینی که ما از کسی بخواهیم که بیا برای من دعا کن. اگر ما موقعی که استغفار میکنیم، موقعی که از خدا میخواهیم ما رو ببخشه، اگر یک کسی دیگری هم در کنار ما باشه، از این مدرسه استغفار درس میآموزد. یه میگوید این آقای آقاسی رو ببین، من الان کنارش نشستم، این گناه کرده، به نفس خودش ظلم کرده، به نفس دیگران ظلم کرده، در یک زمانی این به خودش اومده و پشیمان شده، رفته سهم مردم رو داده، حسابش رو تصفیه کرده، قابل پذیرش شده، توبه کرده و به درگاه خدا ایستاده و میگه خدایا منو ببخش، و این کار رو اومده در کنار من داره انجام میده.
من چه چیزی یاد میگیرم از این مراسم؟ میپرسم که آیا شما چه کار کردید؟ میگه من دزدی کردم، هیزی کردم، چه کردم؟ رفتم حق اینها رو دادم، از همه اینها حلالواری طلبیدم، اینها منو بخشیدن، اصلاح شدم، خودم هم توبه کردم، الان اومدم در کنار خدا قرار گرفتم، روبروی خدا و تقاضای استغفار میکنم. شما به عنوان یک شخصی که ناظر بر این کار هست و در کنار او قرار دارید، نگاه میکنید به شرایط این و این رو مستحق استغفار میبینید و بی اختیار در تایید از کار او شما هم دعا میکنید برای او که خدایا به نظر میرسه که این مستحق دریافت استغفاره، خدایا این رو ببخش. در واقع شما برای خودتون دارید دعا میکنید، در واقع شما یک نوع حکمی در ذهنتون دارید صادر میکنید که کسی که گناه کرده، خوب توجه کنید، کسی که گناه کرده و از گناه خودش پشیمان شده و اصلاح کرده و به درگاه خدا آمده و استغفار میکنه، این قابل بخشایشه و باید کمک کرد. ما هم دعا میکنیم که خدا به دعای ما توجه کنه، به دعای او توجه کنه و او رو بیامرزه و توبه او رو بپذیره. این یک درسی برای من میشه که در کنار اون شخص خطاکار که اصلاح کرده، چنین کرده و چنان کرده نشستم و من یک درسی میگیرم که اگر من همین اشتباهات رو کردم، من همین خطاها رو کردم، به این نحوی که اصلاح کرده و استغفار کرده و قرآن قول داده که گناه او رو ببخشه، من هم نزد دیگری می روم و به این ترتیب هر گناهی که کسی مرتکب میشه و این گناه درمان میشه و اصلاح میشه و مرحله استغفار پیش میاد، این مدرسه فکری به وسیله شاهدی که بر این امر استغفار موجب تقویت استغفار میشه، این مدرسه استغفار و مدرسه اصلاح و مدرسه آمرزش و بخشش، این مکتب فکری انتقال پیدا میکنه و تسری پیدا میکنه و جامعه این مکتب رو میآموزه و به کار میبره. در انحصار پیامبر، هیچ چیزی در انحصار پیامبر نیست جز وحی، جز وحی، جز وحی. و ما وقتی این آیه رو میخوانیم، مثل همه آیات قرآن، باید اول مرتبه بگیم ارتباط این آیه با من چیست، که یک کسی گناه کرد و به نفوسش ظلم کرد و چنین کرد و چنان کرد و نشست به درگاه خدا استغفار کرد، چرا قرآن میگوید این باید نزد تو بیاد و نمیگه از تو میخواهد که برای او شفاعت کنی؟ به اونجا نریدان، همچی چیزی در قرآن وجود نداره. الان تو این آیه میگه اون برای خودش داره استغفار میکنه، به پیغمبر میگه تو هم شنیدی که داره استغفار میکنه، اگر که نزد تو آمده بود و استغفار میکرد، طبعا تو هم شروع به استغفار میکردی. و بنابراین هر کسی که میخواهد توبه کند و غفران بخواهد از خدا، اگر نزد دیگران این کار رو بکند، اون افراد هم توبه کردن رو یاد میگیرند، هم اصلاح کردن رو یاد میگیرند و هم بخشیدن و بخشیده شدن رو یاد میگیرند. و این حرکت آموزشی ترک گناه و اصلاح گناه و هم صدا شدن در استغفار، راه گشایی خواهد بود برای اصلاح بشریت. آیه بعدی که در این فرصت به اون اشاره میکنیم، آیه شماره 65 اتاق فرمان. فلا و ربک، میگوید که نه چنین است، این طور نیست. فلا و ربک،
در واقع به رب تو سوگند لا یؤمنون ایمان نمی آورند حتی یعنی اون کسانی رو که در آیه قبل گفت که این افراد اگر مراجعه می کردند به تو در حضور یک شاهدی اصلاح می کردند و در حضور یک شاهدی به خدا دعا می کردند و تو هم می دیدی که اینها صلاحیت دعا کردن و استغفار دارند و با اونها هم صدا می شدی خدا اونها رو می بخشید ولی اینطور نیست قسم به خدای تو یعنی اینها این کار رو نکردند و نیامدند و استغفار نکردند و اصلاح نکردند و تقاضای بخشش نکردند و موجب تحریک و همصدایی تو هم نشدند که تو احساس همدردی و اتحاد با اونها رو بکنی فلا و چنین نیست و ربک و قسم به رب تو لا یؤمنون ایمان نمی آورند حتی تا این که تا آنجا که تو را مجبور کنند به دادن شهادت یا تو را مجبور کنند به انجام قضاوت در ارتباط با آنها شجرا از اختلافاتی که مشاجراتی که ایجاد شده بینهم در بین ایشان ثم سپس لا یجیدو نمیابند فی در انفسهم بین خودشان حراجن هیچ نوع ناراحتی و هیچ نوع عدم رضایت مما از آنچه که قضایت گذشته است و یسلیمو و در واقع تسلیم نمی شوند تسلیم به تسلیم کامل تندر نمی دهند به بیان دیگر نه چنین است که قسم به خدای تو که اینان به حقیقت اهل ایمان نمی شوند مگر آنکه در خصومت و نزاعشان در اون جدالی که دارند تنها تو را حکم کنند و آنگاه به هر حکمی که کنی اعتراض نداشته کاملا از دل و جان فرمان تسلیم تو باشند در باب تشکر میکنم اتاق فرمان یعنی اینها وقتی که نزد تو میآیند یا اگر نزد تو میآمدند و در واقع در اون دعایی که اینها خواستند یا خود پیغمبر داوطلب شده است که در دعا با اینها هم صدا بشود میگوید چنین اتفاقی نمی افتد برای اینکه شرط این که تو برای اونها دعا کنی و هم صدا بشوی با دعای اونها این بوده است که اینها نزد تو می آمدند و در مورد اصلاح کارشان از تو قضاوت می خواستند نسبت به مشاجراتی که بین اونها بوده و باعث شده که ظلم کردند به خودشان و به خیشانشان در میان خودشان به خودشان ظلم کردند اگر اینها پیش تو می آمدند که در آیه قبل گفت و از تو می خواستند این دنباله آیه قبلی است که حکم کنی و قضاوت کنی در بین ایشان اون وقت اگر چنین می کردند و اگر هر حکمی که می کردی
اعتراض نمی داشتند و در واقع به جان و دل تسلیم می شدند، دعای ایشان و دعای تو کارگر می بود. یعنی شرط پذیرش دعا این است که انسان برای اصلاح مراجعه کند. باز در اینجا این سوال پیش می آید، خب اون وقت پیامبر زنده بوده، الان که پیامبر زنده نیست، الان ما به کی مراجعه کنیم؟ نگویید به ملا، وقت دین قرآن دین ملایی می شود، الان به کی مراجعه کنیم؟ برای چی باید مراجعه بکنیم؟ برای اینکه قضاوت دریافت بکنیم. یعنی در اینجا رسول اکرم رو در سمت قاضی قرار میدن و میگوین تو حکم کن که ما برای این گناهی که کردی چه اصلاحی باید بکنیم، ما گناه کردیم چه اصلاحی باید بکنیم. و پیامبر نظر خودش رو میده، میگه اگر این افراد نزد تو میامدند و از تو قضاوت میخواستند که چگونه اصلاح کنیم و تو هر قضاوتی که میکردی اونها تابع قضاوت تو میشدند، حتما آمرزیده می شدن. یعنی به مراحل اصلاح داره نگاه میکنه. الان که پیامبر نیست، ما امروز به کی مراجعه میکنیم؟ آیا جز به قضاتی مراجعه میکنیم که اون قضات تحت تأثیر تربیت قرآنی هستند؟ یا اگر اون قضات دیده نمیشوند، این قاضی با اون قاضی که حکم بکنه به شما و حکم دولتی بکنه بسیار تفاوت میکنه. این قاضی رو با قاضی دولتی اشتباه نکنید. این قاضی یک دوسته، یک مشورت کننده است، یک آدم عادیه که مسلمانه، قرآن رو میشناسه، قرآن رو قبول داره. از او هم نظر میخواهند که به نظر شما من این کارهای بد رو کردم، من میخوام اصلاح بکنم، چه بکنم؟ الان شما پلوی هر کسی که بروید که مورد قبول شما باشد بدون اینکه حکم اجرایی داشته باشد پذیرفته است. اما به نظر من در دین توحیدی قرآنی من اگر اشتباه بکنم، من اگر خطا بکنم و بخواهم که اصلاح بپذیرم، من به شخص مراجعه نمی کنم، من به قرآن مراجعه می کنم و در قرآن راهیابی می شم و راهیابی می کنم که من چه باید بکنم که مورد بخشایش قرار بگیرم. یعنی من در محضر قرآن ظاهر می شم و تسلیم به قرآن می شم. ما دقایق کوتاهی بایستی که برنامه رو روی 4 ساعت دوم تعطیل کنیم، بعد از دقایق کوتاهی بر می گردیم و ادامه این برنامه رو روی فیسبوک با شما مهمان خواهیم بود. منتظر برگشت ما باشید، ما رو تنها نگذارید، به ما بپیوندید. خدا نگهدار.